برنامه خدا سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. نماینده ویژه اروپا میگوید که برگزاری موفقانه انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان ثبات سیاسی را در افغانستان به وجود می آورد. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد که اروپا، آمریکا و ژاپن متحد به پرداخت بودجه مالی انتخابات افغانستان شده است. و حکومت افغانستان حمایت همه‌جانبه خود را از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده است. موضوعات بحث برنامه امشب نگرش همین است. من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در بحث آقای غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان، آقای یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و قرار است تا لحظات بعد آقای عبدالبدی صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز در بحث با ما شرکت. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای مجروح بحث با شما آغاز میکنم. ثبات سیاسی در افغانستان با برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان به وجود میاد، موافق هستین با این دیدگاه نماینده ویژه اروپا در افغانستان؟ به نام خداوند بزرگ، با سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، بینندگان نهایت عزیز و برادر گرامی و عزیزم جناب رشید صاحب، قطعا موافق هستم. به این دلیل که نظام کنونی افغانستان که مبتنی است بر اراده جمعی مردم افغانستان و مشروعیت خود از مردم کسب میکنه، یقینا این زمانی میتونه قوام پیدا بکنه و باثبات شود که مطابق با قانون اساسی افغانستان همه کارها به پیش بره، که یکی از مؤلفه های بسیار کلان نظام های اینچنینی بحث برگزاری انتخابات و به کارگیری آرای مردم هست. بنان شک نیست وقت اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و مجموعه حامیان بین المللی افغانستان در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مطابق با قانون اساسی افغانستان همکاری و همراهی بکنن و این انتخابات ما باتان یک انتخابات موفق برگزار بکنیم و به ثبات افغانستان می انجامه. به این دلیل که از یک طرف یک قوه بزرگ از قوای ثلاثه افغانستان انتخاباتش برگزار میشه و این قوه قوه مادر هست و دو قوه دیگه مشروعیت خود را دیب قوه کسب میکنه و این بسیار اهمیت داره. و در کنار از او وقتی مردم اعتماد کرد به شفافیت انتخابات و آمد و رای داد، طبیعتاً حضور مردم، حمایت مردم از نظام هست. آقای مجروح، شما در کن شفافیت، موفقیت و عادلانه بودن انتخابات یاد کردید. حالا بحثی است، چقدر باور دارید که انتخابات مجلس نمایندگان موفقانه سپری شود، شفاف برگزار شود و عادلانه و سراسری در تمام افغانستان؟ خب این بحثی بود که شما سوال کردین که اتحادیه اروپا وقتی گفته که انتخابات شفاف و عادلانه میتونه ثبات افغانستان تضمین بکنه، من هم پاسخ ما به سوال شما بود که بله، انتخابات شفاف و عادلانه مطابق با قانون اساسی افغانستان میتونه یقینا که تضمین بکنه، اعتماد مردم رو جلب بکنه. ملت، دولتی که مردم حامی از او بود و به او اعتماد کرد، یقینا دولت باثبات میتونه باشه. یک از جمله عواملی که حکومت فعلی افغانستان ثبات خود از دست داده و پایه های حکومت لرزان شده، دلیل همین که اعتماد مردم از بین رفته. در انتخابات های گذشته متاسفانه شما دیدیم انتخابات پارلمانی بعد از یک کشمکش بسیار زیاد و طولانی و به محکمه رفتن دو پرونده های انتخاباتی که در هیچ جای از قانون تذکر نرفته و سپس فیصله محکمه برای 63 نفر و بعد باز فیصله محکمه برای 9 نفر و بالاخره یک فیصله سیاسی در اخیر انجام شد و بعد انتخابات ریاست جمهوری به تعقیب از او که شما دیدین واقعا یک افتضاح بسیار کلان در سطح جهان ما پشت سر گذاشتندیم. اینمو سبب شد که افغانستان ثبات خود از دست بده. حالا افغانستان ثبات خود از دست داده است، ما بیایم انتخابات موفقانه برگزار کنیم، شفاف برگزار کنیم و عادلانه برگزار کنیم، فکر میکنید که این در توان مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان باشه؟ یک مطلب بر شما بگویم که این بس تنها به کمیسیون‌های انتخاباتی هم بر نمیگرد. در مهم کمیسیون گذاشته هم بر نمیگشت، به این کمیسیون هم بر نمیگشت. حکومت افغانستان اگر واقعا مطابق با قانون اساسی بی‌طرفانه و قاطعانه حمایت بکنه پروسه انتخابات و کمیسیون انتخابات هم
اما با یک اراده قوی برگزار بکنه انتخابات با توجه به تجارب تلخی که ما از گذشته داریم. ما باورم این است که حالا ما نمیتونیم بگیم 100% شفاف و عادلانه میشه، حداقل از همون بدنامی های گذشته ما راهی پیدا میکنیم. اما در قین رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که ما حمایت خود از انتخابات آزاد عادلانه و شفاف در افغانستان اعلام میکنیم. یک بحث حمایت است، یک بحث مداخله. اگر که رئیس جمهور افغانستان بدون مداخله، من گفتم قاطعانه به معنی دیگه که حمایت بکنه، تامین امنیت بکنه، تسهیلات فراهم بکنه، امکانات پولی رو فراهم بکنه، در واقع تمام حمایت خود را از کمیسیون داشته باشه، در کنار از اون مداخله نکنه به امورات کمیسیون انتخابات، تا کمیسیون مستقل انتخابات واقعا بتونه مستقلانه یک انتخابات مدیریت و رهبری بکنه. هر نوع مداخله حکومت در امور انتخاباتی میتونه یک چالش بسیار کلان فرارای انتخابات آینده افغانستان باشه و میتونه نظام متاسفانه ضعیف شده. ولی باورم این سو توصیه من به عنوان یک از نمایندگان ملت بزرگ افغانستان یا به عنوان یک شهروند بگوییم این هست که هر قدر حکومت در امورات کمیسیون مستقل انتخابات مداخله بکنه به همون پیمانه خوب. حکومت ضعیف میشه و انتخابات بدنام و هر قدر دست خود دور بگیره به همون اندازه مردم اعتماد بیشتر پیدا میکنه، مردم میای پای صندوقهای رای و وکیلای واقعی مردم، وکیلی که خود مردم انتخاب کرده، یعنی مو پارلمان افغانستان را پیدا میکنه. تشکر آقای رشید. به حرفای نماینده ویژه اروپا بر افغانستان بیایم، در اونجا گفته که ثبات سیاسی وابسته و گره خورده با انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان. حالا با شناختی که شما از مدیران انتخابات یا کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان دارید، فکر میکنید که اینا انتخابات را طوری مدیریت کنند که واقعا ثبات سیاسی در افغانستان قوام بیافت و بالاخره تکمیل و قوی شود؟ تشکر. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما مجلس گرامی و همچنان بینندگان محترم تلویزیون. ببینین، اصلاحات را که ما شما در بحث انتخابات به کار میبریم، انتخابات شفاف، انتخابات آزاد، انتخابات عادلانه، یعنی این ایجاب مباحث بسیار گسترده را میکنه که در اونجا شما صرفا این بحث در مدیریت خاتمه داده نمیتونین. در اینجا بحث قوانین مطرح میشه، در اینجا بحث مشارکت مردم مطرح میشه، در عین حال وضعیتی که بر انتخابات چگونه مساعد است، شرایط رقابت، ثبت نام، دسترسی به معلومات، خود باز بودن جلسات و تصمیم گیری هایی که در عرصه انتخابات صورت میگیره، مسئله عدم اعمال نفوذ و بالاخره به نحو متاثر ساختن روند انتخابات، صدمه نرسانیدن به سلامت انتخابات، موضوع ای که ما چه قسم اقلیت ها را و گروپ های آسیب پذیر در عرصه انتخابات شامل ساخته بودن، یعنی بحث های گسترده است که ما باید دور تحت نظر خود داشته باشیم و سرش غور بکنیم. بس دور از امکان است در افغانستان در شرایط فعلی که ما شما زندگی میکنیم و مسائل روزمره که حیات افغانستان هم مردم ما شما را در گرو گرفته، یعنی چالش های عدیدی است که ما نمیتونیم که ادعای انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد را در محیط چین افغانستان ادعا بکنیم. بس ثبات سیاسی آنچنانی در افغانستان بالاخره قوام نخواهد گرفت؟ ثبات سیاسی بدون شک، چون بحث حاکمیت ملی ارتباط گرفته به مشارکت مردم و اراده مردم، طبیعتاً که امروز اگر پارلمان شما دارین، نماینده که اونجا هست باید به اساس رأی مردم آمده باشه، مردم باید بالاخره بر از اون مشروعیت بتن. نظام را که شما در رهبریش کسی را به عنوان رئیس جمهور میبینین باید اساس و منشأش انتخابات مشروع و قابل قبول باشه. در عین حال وزرایی که شما دارین که بالاخره از پارلمان را اعتماد میره، سیستم به نحو کاملا انتخابی شده. اینال انتخابات طبیعتاً که برای ثبات سیاسی یک مبدأ است، منشأ است و تکمیل میکنه. اگر ما انتخابات نداشته باشیم چرا؟ بعد از 2014 ما شکست ریخت های را در یه عرصه داریم. گاهی میگیم که حکومت ما مشروع نیست، به کدام شکل ایجاد شده، توافقنامه سیاسی چه اهمیت داره، قانون اساسی در کجاست؟ یک بحث، پارلمان ما از میاد که در قانون اساسی برش تسجیل شده از او بیشتر کارش ادامه پیدا میکنه، طبیعتاً که سوال مطرح میشه که آره مشروعیت از این به این نیست که بالاخره پارلمان چرا بیشتر از 7 سال 8 سال کار میکنه، چرا 5 سال قید شده، چرا در اونجا آرای عمومی و سری و آزاد مستقیم سرش اقتباس صورت گرفته. بنان این مباحث کاملا انتخابی است و بحث انتخابات است. حالا بیایم بازم بر مدیریت. با شناخت که شما از مدیران جدید دارین دقیقاً یا کمیشنران جدید، فکر میکنید که اینا پروسه انتخابات را طوری مدیریت کنند که حداقل
ما بتانیم اعتماد کنیم بر انتخابات و بر شفاف بودن انتخابات؟ ما قضاوت بدبینانه را در مورد اینها نمی کنیم، هنوزم تشویق میکنیم، حمایتشان میکنیم و واقعا که مسئول نیاز به حمایت داره که کار درست را برای مردم افغانستان انجام بده. اما طبیعتا که اینها هم نیاز دارن که روی کارکرد خود، روی سلوک و رفتار خود، روی برخورد مناسبات خود، در عین حال روی نحوه مدیریت خود و ای که چه قسم بتانن امی کشتی که در یک مسیر بسیار با طوفان ها در راه است او را به سرمنزل مقصود برسانن، طبیعی کار ساده نیست. ایجاب میکنن که کمیسیون برش تامین شفافیت واقعا ساحه بسیار عملی را ترسیم بکنن که هم برای مردم قابل قبول باشه، هم برای جامعه جهانی قناعت بخش باشه و هم برای نهادهای مثل مطبوعات و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و بالاخره کسایی که در بحث انتخابات مستقیما زینف هستن یا از ضرر دارن، اینها اطمینان حاصل بکنن. در این حال نحوه تصمیم گیری قسم باشه که باز بودن جلسات اینها برای مردم متصور باشه و کدام تشویشی از بابت از اینکه امروز کمیسیون در کدام قسمت کار قرار داره، با کی دیدن کرده، چی موارد سرش بحث شده، چی نتیجه گیری صورت گرفته، کدام تصمیم گرفته شده، اقلیت و اکثریت تصمیم به کدام شکل است، اینها باید برای مردم واضح باشه. ما در حالت هستیم که فرصت های بسیار کافی را داریم، ضمن اینکه چالش ها موجود است، فرصت ها هم موجود است. فرصت اول این است که ما تجربه چندین انتخابات در کشور داریم، اما هر انتخابات بدتر از انتخابات دیگر برگزار شده. دقیقاً گزارش ها دقیقاً همین گونه میرسونه. دقیقاً من با شما موافق هستم که بدبختانه که ما از گذشته نیاموختیم. اگر از گذشته بیاموزیم ما آینده خوب را داشتیم. اینال راپور ها موجود است، مطبوعات هر روزش بحث میکنن، صاحب نظرها و کارشناسا تمام موارد و جزئیاتش مطرح میکنن. وقت شما تجربه را دارین در کشور، مسائل موجود است، تجربه از پیشنهادات نهادهای مختلف موجود است، از او باید استفاده بکنین. عقل کل باید ما خود نسازیم. حالا کمیشنران عقل کل خود ساختن و بالاخره به مشوره جامعه مدنی و بالاخره اشخاص افراد دیگر گوش نمیدن؟ ما تجربه را میگم که در بعض حالات در شرایط کنونی بهم کمیشنران جدید تا حال چنان چن در عرصه عملیاتی اینها داخل نشدن. کارهایی که انجام دادن دو سه مورد بوده، طرح حوزه انتخاباتی را ترتیب دادن برای حکومت سپاری کردن، روان کردن، مسئله تاریخ انتخابات بود که اعلان کردن، مشخص کردن و بالاخره بحث تکنولوژی برای نقطه بودن دخل. کارهای زیاد را انجام ندادن، اما درسای از این سه مورد دارن. ما مثلا برای کمیسیون گفتیم که در بحث پس مشوره کردن تصمیم گیری در مورد خود ساختن حوزه انتخاباتی، قانون انتخابات تاکید میکنه که این جلسات باز باشه و نهادهای ناظر بعد میتونن که در اونجا دسترسی داشته باشن، اما این جلسه باز نبوده. واضح هم بهش گفتیم که شما نقض قانون مرتکب شده. در قسمت خود ساختن، در قسمت استفاده تکنولوژی از انتخابات بحث های صورت گرفته، کمیسیون نظارت خود داشته، کمیته که در قسمت ایجاد شده بود و راپور خود داشتن، اما تا هنوز مشخص نشده. اما تا حال مشخص نشده مسئله اسسمنتی که انجام دادن در مورد مراکز محلات ریدیهی کار خوب است، طرز عمل خود با مشارک ساختن، اما تا بال کار عملی شروع نشده. بنان یک نوع خوبی ها و نقص های تا حال موجود بوده که ما قبل از قبل برای جا هشدار دادیم و برشان گوشزد کردیم که اگر شما نهادها رو با خود نداشته باشین، حمایت احزاب سیاسی رو با خود نداشته باشین، بی‌طرفانه در کارتان حداقل مسیر تعقیب نکنین، بیتونه که شما ما موجی از انتقاد ها موجودشون و او وقت برای کمیسیون مشکل باشه که به تمام مردم قناعت بتن. تشکر آقای مجروب. حرف از شفافیت در قنیات شد، بیشتر هم یاد شد. آیا بدون توزیع تذکره الکترونیک میکانیزم دیگر وجود دارد که ما بتانیم بگوییم که انتخابات شفاف برگزار شد؟ یک از امیدواری های کلانی که برای مردم افغانستان بود بحث توزیع تذکره الکترونیکی که از یک طرف میتونست یک سند بسیار معتبر برای اتباع افغانستان باشه یا شهروندان افغانستان باشه، از جانب هم میتونست برای شفافیت انتخابات یک امیدواری باشه و یک اعتماد برای مردم خلق بکنه که متاسفانه او به انجام نرسید. حال اینا یک پروسه الکترونیکی رو اندازی کردن که او پروسه الکترونیکی و ماشین هایی که ما تصاویر از ماشین ها رو در بعضی از طریق رسانه ها دیدیم، ولی یک تجربه خیلی هم مطمئن در بعد از کشورها نبوده. این باید کمیسیون مستقل انتخابات بسیار دقیق فکر بکنه.
باورم این است که انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان با چند نفر کمیشنر هم نمیشه. اول کمیشنر های محترم کمیسیون مستقل انتخابات باید با توجه به تجارب بسیار تلخ که انتخابات های قبلی دارند، اینها آمادگی برای یک انتخابات برگزاری، یک انتخابات شفاف و عادلانه را بگیرن، تمام اون نواقص هایی که در گذشته ها بوده اون نواقص ها را اونا برطرف بکنن و از تجربیات بسیار بالایی که نهادهای مرتبط به انتخابات داره تجربیات از اینا استفاده بکنن به خیر خود. بله آقای مجروب، آیا تجربه 16 سال اخیر یا بالاخره چند انتخابات که صورت گرفت بر ما این نشان داد که ما میتونیم از ناکامی های خود تجربه بگیریم یا خیر؟ قطعا نشان داد، ولی ما تا حال از ناکامی خود تجربه نگرفتیم. ما شما انتخابات ریاست جمهوری اول اگر یاد شما باشه سال 1383 موفق ترین انتخابات اولین انتخابات ما بود. بعدش در سال 1384 انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی یک انتخابات ناکامتر بود، تقلب و تخلف زیاد شد. به انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری شما دیدیم وضعیت انتخابات بدتر شد و در واقع تقلبات گسترده تر شد. به انتخابات پارلمانی بدتر شد و به انتخابات ریاست جمهوری هم افغانستان تقریبا بحران رفته بود. اینها هم تجربیات بسیار زیادی هست که ما میتونیم از این یک پند خوب بگیریم. پس تجربه ثابت کرده در افغانستان که ما از ناکامی های خود نمیتونیم تجربه بگیریم. خب این به این معنی هم نیست که ما یک جاده یک طرفه که هم ناکامی باشه جاده یک طرفه ما بپیماییم. میتونیم که از یک درس خوب هم بگیریم. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات یک مسئله رو باید بسیار جدی متوجه باشن و این که قضاوت تاریخ هم هست، قضاوت مردم هم هست. اگر خوب کار بکنن یقیناً که یک قضاوت خوب در رابطه با اینها و عمل کرد از اینها به تاریخ هم خواهد بود و مردم هم به اینها اعتماد خواهند کرد و احتمال این میره که اینها بتانن با آینده های امیدوارتری هم پیش رو داشته باشند. ولی اگر خدا ناکرده تجربه ناکام گذشته اینها تکرار بکنن یک قضاوت بسیار بد متوجه اینها خواهد بود و اینها اعتماد مردم از دست خواهند داد. هر کس هر انسانی برای نیکنامی خود کار میکنه و خوب است که اینا از همون استقلالیتی که در قانون برای اینها در نظر گرفته شده استفاده از میر بکنن، دمی مشوره کردن، تجربه آموختن و مردم را شریک ساختن نه تنها که از اتوریته و جایگاه کمیسیون کم نمیکنه، خیلی هم زیاد میکنه. اینا میتونن از تجربیات نهادهای مرتبط به انتخابات، از نهادهای بسایر نهادهای مدنی، از احزاب سیاسی، از پارلمان افغانستان که اکثر می وکلای که فعلا هستن یک تجربه بسیار کلان در انتخابات دارن، حالی میتونن که او عرفا و او چای مشوره های شخصی کنار بگذارن، هر جا کم خوب بودن خوب بگیرن و به کمیسیون انتخابات و اعضای جدید از اینا همون قسمی که جناب رشید صاحب فرمودن ما سهم میگذارم صحبت های از اینا رو که ما بدبینانه قضاوت نکنیم و تشویق بکنیم و برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، فراگیر و مطمئن به افغانستان نه تنها که تلاش های پیگیر خود کمیسیون مستقل انتخابات شرط اول هست، چون ناکامی و کامیابی به اونا برمیگرده و اونا مسئولین هستند، در کنار از او حمایت حکومت، حمایت بی‌طرفانه حکومت، حمایت نهادها، حمایت مردم افغانستان با قطعا لازمی و ضروری است. تا زمانی که حکومت و مردم و نهادها از کمیسیون انتخابات یک حمایت بی‌طرفانه و خوب نکنن، برای خود کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری یک انتخاباتی که با یک چالش‌های بسیار کلان در گذشته همراه بوده بسیار ناممکن. مجروح شما از حمایت بی‌طرفانه حکومت در خنیات کردید، اما تعداد از آگاهان و بالاخره تعداد از اعضای جامعه میگن که حکومت افغانستان اراده سیاسی اونچنانی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ندارن، اون هم به صورت شفاف. هرگاه چنین باشه پس فکر نمیکنید که این خواست شما در شرایط کنونی از حکومت اونقدر منطق قوی نداره، چون بالاخره حکومت به نوع از اونها میخواد که مداخله صورت بگیره و انتخابات به نفع خودش و بالاخره میل خودش برگزار شود؟ قطعا خواست ما منطق بسیار قوی خود را مطابق با قانون داره، مطابق با اخلاق داره، مطابق با وظایف و مکلفیات حکومت داره. علی که حکومت باز چی میکنه با خود از برمیگرده. اما ما شاید در امی خیلی از رسانه ها و در رسانه شما هم عرض کرده باشم، البته گذشته ها ما 3 سال پیش وقت حکومت وحدت ملی اعلان شد، اولین کسی که در افغانستان اگر ادعا بکنیم که گفت که انتخابات برگزار نمیشه ما بودم. دلیلی هم این بود که به خاطر برگزار نمیشد که با برگزاری انتخابات
لوی جرگه باید تدویر میافت و نظام تغییر میکرد و این برای حکومت قطعا غیر قابل تحمل. چقدر باور دارید که در 16 سال آینده انتخابات برگزار شود؟ من میخوام بگم در 16 سرطان سال آینده به یک دلیل برگزار میشه و به یک دلیل هم نمیشه. دلیل اول این هست که چون امو با وقت حکومت وحدت ملی هم تمام شده و با سرطان که انتخابات برگزار شده یک 3-4 ماه که تمام کشمکش ها و جار جنجال ها ما خود مثل کشورهای پیشرفته نیستیم و 48 ساعت یا 24 ساعت اعلان بکنیم و تمام شده تا امو پشلرزه های انتخابات تمام شود میریم طرف انتخابات ریاست جمهوری. پس دیگه چی دی برای برگزاری لوی جرگه باقی نمیمونه. به این دلیل میتونیم بگوییم برگزار میشه. دلیل دیگه که میتونیم بگوییم برگزار میشه او اینه که نه برگزار میشه او اینه که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشه. اگر اینا خواست باشن انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار نکنن مثل انتخابات پارلمانی با یک دو سال او به تعویق بفته که یقیناً که به 16 سرطان سال آینده انتخابات برگزار میشه. حالی که چی رقم برگزار میشه خدا کنه خوب برگزار. ولی اگر اینا خواست باشن که انتخابات ریاست جمهوری هم به موعد زمان از او برگزار بکنن قطعاً برای شما از اینمی رو من از همینجا عرض میکنم که بر 16 سرطان سال آینده انتخابات برگزار نمیشه. چرا که یک حکومتی که نتونسته 3 سال از عمر خود یک انتخابات چیره پارلمانی و شورای ولسوالی برگزار بکنه چه قسم میتونه که طی مدت 8 ماه باز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دو انتخابات در 8 ماه برگزار کنه؟ این امکان نداره و ریاست جمهوری هم امو توانایی و همو ظرفیت نداره. در سال آخر هم شما میدانید که سال یارگیری های انتخاباتی بیشتر تا سال کار. پس به او دلیل من فکر میکنم که انتخابات برگزار نمیشه. اگر اینا خواسته باشند که همه انتخابات ها یک جا جمع بکنن و در یک وقت هم برگزار کنن امکان داره ولی چالش زیاد داره. دقیق. آقای مجروح شما چند نظر پیش از برگزاری انتخابات خوب یاد کرده. چقدر باور دارید که انتخابات آینده انتخابات مجلس نمایندگان یک انتخابات خوب تعریف را که شما از خوب دارید برگزار شد؟ تعریفی که ما از خوب داریم انتخابات خب انتخاباتی که در قانون اساسی افغانستان تذکر رفته عادلانه بودن، شفاف بودن، فراگیر بودن، مستقیم بودن، سری بودن اینا هم میتونه که یک انتخابات خوب تضمین بکنه. دقیق. پس در گذشته متاسفانه ما چنین نداشتیم. من کسی هستم که بدبین نیستم، کوشش میکنم خوشبین باشم به همه امورات تقریبا از یک نظر بدبینانه ندارم به خاطر اینکه با آینده خود امیدوار هستیم. بنان من بیشتر کوشش میکنم خوشبین باشم به برگزاری یک انتخابات بهتر و بیشتر باز هم گفتم برمیگرده اول به تصمیم و اراده مستقل بودن اعضای محترم کمیسیون انتخابات که هم مهمتره، دوم به عدم مداخله حکومت به مأمور انتخابات، به حمایت حکومت، به سپس حمایت قاطعانه همه مردم افغانستان، چون این انتخابات سرنوشت افغانستان واقعا یا خراب میکنه یا خوب میکنه. اگر انتخابات رفت بیراه شما مطمئن باشیم که فرض بعد این که انتخابات در 16 سال آینده برگزار شد و حکومت تعهد کرد که انتخابات ریاست جمهوری هم در موعد معین برگزار میکنه، اگر انتخابات پارلمانی به بیراه رفت شما دیگه انتخابات به نام ریاست جمهوری در افغانستان نمیتونن داشته باشیم. اول او انتخابات خواهد بود که افغانستان کلا ختم خواهد کرد. دوم بحران بزرگتر می شود. او انتخابات خواهد بود که هیچ کشوری هم مار حمایت نخواهد کرد. پس هر افغان مسلمان و متعهدی که به نیمی وطن تعهد داشته باشه بعد از انتخابات حمایت بکنه و خوب حمایت بکنه. شکر. بنان زمانی که حمایت قاطع و همه جانبه شد از حکومت، از مردم، از نهادها، ما میتونیم که امیدوار باشیم برای آینده افغانستان و آینده خود. حالا انتخابات تنهایی نیست که کی وکیل میشه کی نمیشه. ما وکیلم باشم از این وطن و از این مردم، وکیل نباشم از این وطن و مردم. پس حمایت انتخابات برای من برای شرط اساسی زندگی ما است. تشکر. پس وقتی من خواسته باشم به افغانستان زندگی بکنم و با ثبات زندگی بکنم و با آرام و با فکر و آرام زندگی بکنم، بعد از یک انتخابات شفاف عادلانه و چیزی که در قانون تذکر رفته حمایت بکنم. تشکر آقای مجروح. بینید آقای عزیز وقفه داریم، پس از وقفه برنامه همچنان ادامه دارد. سلام مجدد به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث برنامه امشب نگرش انتخابات و برگزاری انتخابات و تعهد امریکا، اروپا و ژاپن برای پرداخت هزینه مالی انتخابات مجلس نمایندگان. مهمانان در بحث آقای
خانم فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان، آقای یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و آقای عبدالبدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات وعده کرده بودند که تاکنون در برنامه حاضر نشدند. آقای رشید، تاکنون مشخص شده که مجلس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با چه شیوه قرار است انتخابات مجلس نمایندگان برگزار کنه یا خیر؟ قرار بود که کمیسیون انتخابات به اساس تکنولوژی و از ماشینری انتخابات استفاده از امی بکنه. کمیته در قسمت ایجاد شد برای امکان سنجی، اونها پیشنهاد کردن که از تکنولوژی در مرحله ثبت نام ردندگان صورت استفاده صورت بگیره. در عین حال در روز انتخابات به خاطر شناسایی ردندگان از تکنولوژی استفاده شوه. اما اونها پیشنهاد نکردن که ما در روز انتخابات از ماشین رایدهی استفاده بکنیم، چرا که وا بعض تشویش‌ها را خلق نشان داده بودند که در شرایط افغانستان ما فعلا آماده همچو امکانات نیستیم. تکنولوژی اما کمیسیون تاکید و اصرار میکرد که ما باید تکنولوژی را 100% در عرصه انتخابات استفاده بکنیم. تحلیل گزارش خود به ریاست جمهوری و حکومت پیشکش کردن. آخرین اطلاعاتی که داشتیم ما گفتن که هنوز ما بحث نهایی را امر حکومت نداشتیم. در این حال ما جامعه جهانی را هم نظر شب خواستیم دریافت بکنیم، چون جامعه جهانی برای تمویل از کار میکنه. اونها هم گفتن که خب راپور یک چیز میگه اما کمیسیون دیگه چیز میخواه. دیگه جا تو هم متمایل نبودن که در روز انتخابات از ماشین الکترونیکی یا ماشین رایدهی برقی استفاده بکنه. پس بازم برمیگردیم به شیوه برگزاری یا بالاخره مدیریت انتخابات های قبلی که به مانند گذشته میخواهیم انتخابات را مدیریت کنیم. حالا چون تکنولوژی و بالاخره استفاده از ماشین انتخابات یا اون تکنولوژی جدید پاسخ مثبت نداد و از طرف کمیسیون رد شد، یک قسمت استفاده را هم جامعه جهانی موافق است و هم کمیته پیشنهاد کرده که به جمله ثبت نام ردگان به اساس سیستم بایومتریک صورت بگیره تا کسی مجال زیر پیدا نکنه که دوباره بیا در انتخابات یا به شکل تکراری شای بوده یا ای که شامل سیستم نباشه رای بوده و یا هم بعضی هایی که استفاده وافر را به خاطر کنترل صندوق های رایدهی در گذشته داشتن که او را خودشان پر بکنن بدون اینکه مردم یا رایدهنده حضور داشته باشه او را جلوگیری میکرد، یک بخش از مشکلات حل میکنن. اما طبیعتاً که ما در روز انتخابات هنوز مشکلات زیادی را داریم که ما مردم آماده بسازیم که بیان به اساس ماشینری انتخابات بیان رای بدن، کاندید مورد نظر خود انتخاب بکنن. در عین حال اعتماد لازم سیاسی فراگیر به سطح کشور موجود نیست، چرا که در بحث تکنولوژی هم ما مثال های مثبت و منفی در سطح جهان داریم. در بعضی کشورها نتیجه معقول داده اما سالهای متمادی را گرفته که ما به او درجه رسیدن. اما در بعضی کشورها یک نتیجه بسیار بد را دارند، مثل کینیا که با آمدن بدون مطالعه و بالاخره به شکل بسیار دراماتیک تکنولوژی در عرصه انتخابات آوردن، اما وقت که انتخابات خلاص میشه بعض از کاندیدا نتیجه را قبول نمیکنه، باعث میشه که مردم بیان بسر کا و جاده ها قتل خونریزی صورت بگیره. دقیقاً متاسفانه در افغانستان یکبار شده که ما نتیجه انتخابات را نمیتونیم دقیقاً قبول کنیم. اعتماد موجود نیست، بحث اصلی مسئله اعتماد است. ما پیشنهاد کردیم برای کمیسیون که اول خوب است که ما سر تکنولوژی به شکل تدریجیش کار بکنیم. ثبت نام ردندگان بسیار معقول است که بیان ما از شیوه‌های کار بگیریم که واقعا در اونجا مجال همچو مواردی که من پیشتر یاد داشتم باز برای مردم و برای متقلبین موجود نباشه. اما در روز انتخابات ما مردم کم سواد داره، ما در قریه و قصبات مشکلات داره، مردم هنوز با اون تکنولوژی آماده نیستن. تا که شما برای مردم آگاهی میتین در عین حال ظرفیت ازی بسیار مشکل است که شما انجینرهای بخش تکنولوژی رو داشته باشین و او رو به محلات و مراکز روان بکنین. اگر شما 22000 محل داشته باشین در هر محل از اون ماشین موجود باشه، طبیعتا که شما 22000 حداقل یک انجینر در هر محل کار دارین که ترمیم بکنه او رو آماده بسازه. بنان این ظرفیت ایجاد کردنش وقت گیر است. ما گفتیم که بیاید انتخابات پارلمانی به شکل تدریجی پیش بریم، بعد با انتخابات بعدی حداقل که جامعه هم آماده شوه، زینت‌ها هم آماده شوه، اعتماد سیاسی هم شکل بگیره، ظرفیت هم ایجاد شوه، باز میشه که ما اساسا با شکل مکملش از تکنولوژی استفاده بکنیم. پس یک قسمت از این تکنولوژی رو باید در انتخابات مجلس نمایندگان استفاده کنیم. موجود است به خاطر از اینکه تا حال کمیسیون با جامعه جهانی و با دولت افغانستان بحث نهایی نساخته که مکمل تکنولوژی، قسمت تکنولوژی، یک بخش تکنولوژی شو هنوز نهایی نداره. از اون خاطر پروژه را هنوز انکشاف داده نشده که
مثلا ثبت نام ندگان به اساس کدام طرز عمل با کارشوی صورت بگیرد. اما پیشنهاد نهادهای ناظر بر کمیسیون مستقل انتخابات چه گونه بود؟ باید از تمام تکنولوژی استفاده شود یا از قسمت از این تکنولوژی؟ من به نمایندگی از نهاد خود صحبت میکنم. من پیشنهاد ما این بود که به شکل تدریجی ما باید تکنولوژی بریم. به یک بار آوردن تکنولوژی داخل ساختن از در سیستم انتخابات میتونه که جنجال های نبره برای افغانستان خلق بکنه. و بازم تاکید میکنم تا زمانی که اعتماد سیاسی کشور شکل نگیره، همگی به اعتقاد نکنن که بالاخره تکنولوژی یک مورد خوب است، یک شیوه خوب است برای تامین عدالت، به خاطر جلوگیری از تقلب و ضایع ساختن حقوق مردم، تا اگر به صورت درست استفاده شود. خب طبیعتا که نال سوالایی که موجود باشه که این در کجا مدیریت میشه، چه قسم او از ریسک و خطرات سایبری در امان بوده میتونه، چه قسم در اونجا یک بار نتایج به شکل ملموسش تغییر نخوره، نشه که در اونجا فقط آرا به شکل برقیش بالا و پایین بیه. اینی سوالاتی است که مردم یک اطمینان حاصل باید بکنن، ببینن که واقعا کمیسیون ظرفیت داره، در اونجا دستبرد صورت نمیگیره، پروسه از شروع تا آخر برای مردم قابل درک است، تفتیش ها در مراحل مختلفش صورت گرفته میتونه، هر جایی که سوال خلق شوه بر جواب داده شده میتونه که بر مردم قابل قناعت باشه. اینا رو در یک مدت کوتاه صورت گرفته نمیتونه که شما بیاین در دو سه ماه هم تدارکات زیر تکمیل بکنین، هم ماشینری خریداری بکنین، هم بیارین، هم سر انجینری کار بکنین، هم ظرفیت ایجاد بکنین، هم استخدام بکنین، همین روان بکنین. شاید افغانستان فعلا شما می صندوق همین ماشین روان میکنین. اگر اینمی در جای با یک عارضه تکنیکی موجه میشه ترمیمش، چقدر ماشین شما احتیاطی داشته باشه که دوباره روان بکنه، ارسال بکنه. در عین حال اگر مخالفین بالاخره تلاش بکنن که هر ماشین در اختیار کنترل خود بگیرن یا به نفع آسیب رسانی بکنن، ما کدام ظرفیت داریم که ما اتومات رو تلافی بکنیم؟ پس مشکلات زیاد از سر رای برگزاری انتخابات تکنولوژیکی یکم پیش بریم. اما در مراحل مختلف دیگهش تکنولوژی خوب است که استفاده شه. اگر ما بتونیم که واقعا یک در قسمت استفاده و ثبت نام ردگان از اوست کاربرد داشته باشیم، این میتونه که یک الترناتیو خوب برای تذکرهای برقی باشه در سه انتخابات. یا واقعا در روز انتخابات اگر ما به اساس از اون سیستم شناسایی بکنیم که کسی نبیاد در یک محل دوباره رای بده یا بالاخره کنترل کنه وضعیت انتخاباتی رو در اونجا به نفع خود یا به ضرر یک کاندید دیگه، اینی میتونه که کمک کننده باشه. تشکر. آقای در این حال مسئله شمارش آرا که در کشور ما شمارش آرا را بسیار در مراحل پیچیده تعیین میکنیم، تعقیب میکنیم، طرز عمل بسیار پیچیده است، آرا قابل تغییر است، ارقام قابل تغییر است، از مرکز و محل تا کابل بسیار تغییرات اونجا می افراد به نفع خود در اونجا تصرف میکنه. بدان ما گفتیم که در شمارش آرا و در قسمت جنبندی آرا از تکنولوژی استفاده شود تا از یک طرف سرعت در پروسه به وجود بیاد و از جانب دیگر دقت در آمار ارقام که باعث تلف شدن آمار ارقام دیگران نشود میتونه کمک بکنه. تشکر آقای مجرو. نامنی، مشکل فنی و مشکل مالی جمله عمده ترین مشکلات و بالاخره چالش ها سر رای انتخابات برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان بود. مشکل مالی بالاخره به نوع از اونا حالا وعده از طرف ایالات متحده آمریکا، از طرف اروپا و از طرف ژاپن سپرده شده. اما دو تا مشکل دیگر، مشکل فنی و مشکل امنیتی. مشکل اساسی مشکل امنیت می باشه. تا 16 حمل تا 16 سرطان سال آینده فکر میکنید این مشکل امنیت و چالش امنیت حل شود که ما بتونیم انتخابات شفاف سراسری و بالاخره همگانی برسیم یا خیر؟ با باور ما مشکل اصلی مشکلی نیست که امنیت بسیار رول داره، ولی مشکل فنی بیشتر اهمیت داره. به دلیل که فرض اولی که ما 100% امنیت و افغانستان تامین بکنیم، یک مشکلات فنی برطرف نشد، ما امو انتخابات گذشته را ما پس تهی کردیم. شک نیست که امنیت در سراسری بودن انتخابات بسیار نقش مهم داره. نه. اما با مشکل فنی میتونه که در هر بخش از انتخابات مشکلات خود را داشته باشه. یک راهی که بسیار میتونست برای شفافیت انتخابات کمک بکنه بحث توزیع تذکره الکترونیکی بود که نشد. بحث الکترونیکی کردن انتخابات، اما قسمی که جناب رشید صاحب هم در قسمت اما مشکلات ای برنامه گفتند، یقینا که میتونه یک مشکل باشه. مثلا در روز انتخابات رفتن از یک بولیسوالی به بولیسوالی دیگر به خاطر که امنیت تقریبا یک احضارات بسیار شدید امنیتی هست،
این یک چای کار ناممکن است. در هر گوشه که اگر یک از ماشین ها خراب شود یا یک از کار بیفته و یا کوچکترین اتفاق دیگه بیفته، به این معنی که با اونجا دیگه انتخابات صورت نمیگیره. در کنار از او باید توجه صورت بگیره که واقعا ما میتونیم از سیستم درست استفاده بکنیم. این سیستم درست یعنی ظرفیت سازی شده تا الان هست؟ نه، تا الان خواستن سر از تصمیم گرفته نشده. تصمیم گرفته نشده. مثلا آیا واقعا ما وقتی که انگشت نمونه ما بایومتریک میشه، خب حالا این باید تشخیص شه. کسایی که تقلب میکنه خوشا یک انگشت یک طفل مثلا 10 ساله میجی گذاشته میشه، یا کسی که مثلا هنوز میاد سنی خود تکمیل نکرده، واجد شرایط نیست، او هم گذاشته میشه. حالا فرض بعدی که اصلا یک انگشت میشه، حالا یک انگشت چی قسم شناسایی شه که امی شخص 18 ساله یا 17 ساله؟ ای یک مسئله هست. بس دیگه در ذخیره یعنی چی هست ماشین ها هست که خب اگر قبلا ذخیره پر شده بود او دستکاری شده بود او عرض شد. و سایر موارد دیگه هم هست که سر از نو باید کمیسیون مستقل انتخابات بسیار مطمئن شد و مردم مطمئن شد. نهادها برای ما بسیار مهمه. نهادهای ناظر بر انتخابات اینا وظیفه از این امینه که مردم از زبان نهاد ناظر اعتماد پیدا میکنه، به این معنی که چون اینا دخیل نیستن، یعنی طرف نیان، نه با کاندید طرفن نه با کمیسیون طرفن. کاز من مثلا کاندید هستم، حرف ما مردم اونقدر قبول نمیکنه به خاطر اینکه میفهمم چون ما طرف هستم، ما میگم زینب هستم، نه، اما حرف یک نهاد بی طرفی که هیچ گونه چیزی نداره، هیچ گونه نفع و ضرر در این قسمت نداره و او برای مردم میتونه چه بکنه. بچا قای رشید اشاره کرد که در گذشته یک فرهنگ حاکم بود که تعداد از کمیشنران و بالاخره کمیسیون ها خود عقل کل عنوان میکردن و این یک فرهنگ خود اصلا در افغانستان عقل کل عنوان کردن. امون قسم همی افغانستان هم به یک چالش و یک باران رفت کمی. ولی اما تمام نابسامانی هایی که در حکومت وحدت ملی میبینیم اون پشتلرز های انتخابات هست. ما اصلا امینی همی قسم حکومت که فیلن داریم در قانون به ما بشه شده تذکر رفته و هم در تاریخ افغانستان ما همیت یک حکومت ما تجربه کردیم. پس این حکومت ثمره انمو عقلای کله. اگر در همون زمان هم از تجربه ها کار گرفته میشد، مشوره میشد، حکومت مداخله نمیکرد. حکومت مداخله نمیکرد به انتخابات افغانستان، خارجی ها مداخله نمیکرد به انتخابات افغانستان، ما شاید همیت یک حکومت نبودیم. پس وقت خارجی مداخله بکنه، حکومت افغانستان مداخله بکنه، تا کمیسیون نتونه یک انتخابات درست مدیریت بکنه، ثمره و آینده یعنی همیت یک چیز میشه. حالا هم ما یک بار دیگه حرف گذشته خود تکرار میکنم که اگر میخواین که یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم در افغانستان، انموس که کمیسیون مستقل انتخابات انموت یک تصمیم قاطعانه اتخاذ بکنه که یعنی ما میخوایم انتخابات شفاف برگزار بکنیم بر قیمتی که میشه و با تسلیم از زور و ضرر نشه. اونا مسئولیت هم دارن مثل که من وکیل دارم. من هیچ وقت رسمی نمیتونم از کار عزل بکنه. یعنی کمیسیون انتخابات هم تا زمانی که جرم مرتکب نشه نمیتونه. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم نمیتونه و اعضای استر محکمه هم. پس کسایی که نهادهایی که مسئولیت وظیفه‌ای داره و کس نمیتونه اونا را بدون خیانت برکنار بکنه، چی بهتر از این که اونا واقعا انمو وظیفه خود با استقلالیت تمام به انجام برسونن و اعتماد مردم را کسب بکنن، خوشنودی خدا را کسب بکنن، رضای خدا را کسب بکنن، رضای ملت مسلمان و مظلوم افغانستان را کسب بکنن و برای کشور خود یک افتخار به دست بیارن. این بیشتر برمیگرده به کمیسیون انتخابات و باز هم به بی‌طرفانه بودن حکومت و همکاری مردم و نهادها و همه مردم افغانستان. آقای رشید، حالا از مسئولیت کمیشنران در خیلی جا اشاره شد، اما گزارش های وجود دارد که تا کنون کمیشنران جدید نتانستن دید واحد از خود را حق کنند، چون هنوز هم پینجا پینجا در خیلی کسایی که اینا را معرفی کردن، کسایی که پیشنهاد کردن حاکم است. واقعا چون این از در نزد کمیشنران یا دیدی کمیشنران این گونه است که هر کس میخواد به نوع از اون بر اون تیمی که از طرف تیم معرفی شدن کار کنه یا دیدگاه مشترک دارن در قسمت برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان؟ تا جایی که ما با کمیسیون و با اعضای عضو تماس داریم، متاسفانه که هنوز یک کار تیمی واحد شکل نگرفته که تمام اعضا بشنن روی موضوعات صحبت بکنن و بالاخره در اونجا یک مصاحبه موجود باشه و مصاحبه در وبسایت قابل دسترسی برای مردم باشه که در این تصمیم گیری کی ها اشتراک کردن، کدام کمیشنر را کی رای مثبت داده و کی رای منفی داده،
یعنی اختلاف نظر وجود دارد. اختلافات موجود است بین کمیشنرها و بعدن خود در حاشیه میبینن، بعضی ها خود در بسیار در یک مسند بالایی قدرت قرار دادن. اینی باعث میشه که فردا روز از مدرسه خود کمیسیون مردم به اعتمادی فاحش سوق رهبریشان، اگر یک کمیشنر بالاخره مطبوعاتی پیدا میکنه که به نحو ناراضی است در کار کمیسیون و او رو میان در میز مطبوعات امرش مصاحبه بکنه و او کاملا در مورد کمیسیون منفی صحبت بکنه، فردای روز کمیشنر دیگه او رو رد بکنه، پس خودش یک مدیریت ناقص در داخل کمیسیون شام میته و این باعث میشه که کمیسیون از داخل به فروپاشی و متلاشی شدنش بیانجامه. آنچه که یک نتیجه خوب را میته این است که در هر بحث موافق و مخالف موجود میباشه، اما شیرازه کارده است که یک شیوه معقول مدیریتی در اونجا موجود باشه، کمیشنرها با هم صحبت بکنن، منطق هر موضوع بهش پرداخته شوه و هر جایی که بالاخره رأی اکثریت تصمیم میگیره اونمو باعث شوه که همگی از اون حمایت بکنن. اما تا حال این موضوع دیده شده که بعضی بی‌اتفاقی ها در داخل دیده میشه. امیدوار هستم که خود رهبری که میتونه و اعضای محترم به او یک نقطه پای بخشن. پیشنهاد کردیم در این قسمت سلوک رفتار یا اصول رفتار باید ترتیب شود، یک کارشیوه داخلی برای تصمیم گیری ها در داخل که میتونه روش صحبت شود، توافق شود، در هر اداره چنین اختلافات موجود باشه اما یک کارشیوه معقول باید سرش توافق شود تا بتونه که واقعا جلوگیری بکنه از همچو مواردی که باعث بدنامی اختلال و بالاخره فروپاشی یک نهاد و یک ساختار میشه. با بی‌اتفاقی های موجود در نزد کمیشنران فکر میکنید که انتخابات آینده انتخابات آنچنانیه که مردم توقع دارد برگزار شود یا خیر؟ در صورتی که در یک نهاد یک ساختار شما مسیرهای مختلف را داشته باشین، هر کس به راه مختلف و متفاوت بره، طبیعتاً که در اونجا ناهنجاری و بالاخره بی‌اتفاقی و یک مشکل کلان مدیریتی رخ میده که فردا روز نمیشه که با سادگی رو ترمیم کرد. حالا مشخص تر بیایم بر انتخابات شما. نخیر، در همچو صورت در همچو حالت شما وقتی به پراگندگی مدیریتی رو در یک نهاد داشته باشین به هیچ وجه نمیتونه که بالاخره شما یک پروسه کلان ملی رو مدیریت بکنین. این بحث تنها فرد نیست، بحث یک ساختار یک نهاد نیست. اما که مجلس گفتن که پروسه ملی با یک سرکل یا یک دایره ملی باش ترسیم شود، در اونجا که میشه مستقل انتخابات فقط تسهیل بکنه، اداره بکنه و نهادهای دیگه هم حق بتن، مسئله پیزری باید در اینجا حاکم شوه، هر کس از کارکر خود پاسخگو باشه، که میسون از خود، نهادهای مدنی مثل ما و نهادهای ناظر دیگه از خود پاسخگو باشیم، احزاب سیاسی کاندیا و سایر شرکا از جانب خود مسئول پاسخگو باشن، در اون صورت ما میتونیم که به یک نتیجه معقول برسیم. اگر پراگندگی باشه چی در بین افراد در داخل کمیسیون و چی در بیرون بین نهادها، این خود میتونه که ما شما را در بحث ملی به یک نتیجه نافرجام راهنمایی بکنه. رشید آقای مجروح از حضورتان در بحث ما. بنده‌های عزیز آقای عبدالبدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات وعده کردند خلاف وعده و برنامه حاضر نشدن و سوالاتی که مربوط به شان میشد به پاسخ من. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم.